امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و این کشور افغانها را در دراز مدت همکاری خواهد کرد. شماری از اعضای سنای امریکا با ابراز این مطلب روز یکشنبه حین ملاقات عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در کابل گفتند که جنگ افغانستان جنگ امریکا است. لیانا لاتینین رئیس این هیئت 4 نفری و مسئول کمیته شرق میانه و امور افریقا در سنای امریکا در صحبت با عبدالله گفت: ایالات متحده امریکا همکار خوب مردم افغانستان است و ما برای گسترش آن تلاش میکنیم. ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد و در برابر جنگ های روان متحد هستیم، چون این جنگ جنگ ما هم است. فرینج هیل، دونالد نارکروز و تید یوهو سه تن از سناتوران امریکایی که این هیئت را همراهی میکردند. دو طرف در حضورداشت خبرنگاران به جزئیات صحبت نکردند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به خبرنگاران گفت که هیئت امریکایی به رسیدگی به اهداف امریکا و افغانستان اطمینان دادند. به گفته آقای فیصل، عبدالله عبدالله از سنای امریکا خواهان تجهیز بهترین نیروهای افغان و همکاری در جلب توجه کشورهای همسایه در امر مبارزه با تروریسم شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با سناتوران امریکایی گفت که افغان ها همچنان خواهان گسترش روابط با امریکا هستند. وی میگوید: من از آدرس حکومت و مردم این کشور به شما اطمینان میدهم که آنان نیز خواهان تقویت روابط همکاری میان افغانستان و امریکا هستند. سناتوران امریکایی قبل از این نیز به افغانستان سفرهای داشتند و تعهد به ادامه همکاری کردند. به باور شماری از کارشناسان افغان، سفر اعضای سنای امریکا به افغانستان به دلیل اینکه با در نظر داشته وضعیت این کشور در دوام ماموریت امریکا تصمیم گرفته میتوانند مهم است.